سلام به همگی برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه من مریم نمازی هم. و من فریوز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با پیروزی انتخاباتی سریزا حزب چپ در یونان صحبت میکنیم و در این رابطه مصاحبه ای داریم با جیمز بلادبرف سردبیر نشریه اینترنتی قدم چپ به پیش در اخبار تکان دهنده این هفته در رابطه با حمله و کشتن یک سکولاریست، آتیست و نویسنده مشهور بنگلادشی به اسم اویجت روی در داکاست و فتوای احمقانه این هفته رو از عربستان سعودی داریم که یکی از ملاهای اون کشور اعلام کرده که زمین نمیچرخه چه جالب و در خبر خوب این هفته این بار در رابطه با اعتراضات وسیع علیه خشونت علیه زنان و در دفاع از حقوق زنان و مردان هم به جلو اومدن و همشون دارن مینی میپوشند با ما باشید پیروزی حزب سریزا در یونان در مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی بود سیاستی که نتیجه آن فلاکت وسیع اجتماعی از جمله به وجود آوردن بیش از 26 درصد بیکاری در آن جامعه بود. از سال 2010 کمک های صندوق بین پول، اروپای واحد و بانک مرکزی اروپا تنها به شرط اجرای سیاست خشن ریاضت اقتصادی و تحمیل آن به جامعه یونان بود. برام خیلی جالبه وقتی صحبت از این وضعیت میشه می‌بینیم که الان کلی مردم پول دادن یعنی دارن از زندگی مردم از بیمه های بیکاری بیمه بازنشستگی از از بهداشتشون از همه چیشون میگیرن که بانک ها رو کمک کنن خب ولی خیلی از این خود همین بانکهایی که کمک شدن خیلی هاشون الان دارن سودای سرسام‌آوری به دست میارن ولی هنوز نمیره تو جیب مردم یعنی همیشه میشه دید که این سیستم چجوری به نفع اون یه درصده علیه 99 درصد آره خیلی جالبه چون این سیاست ریاضت اقتصادی که توی یونان مردمش اعتراض کردن و یک صدا آمدن گفتن که درست نیست و رئیس جمهور جدید سریزم گفت ما با یک وضعیت استرالی تو جامعه رو بریم که زندگی بشر رو داره توی یونان داغو میکنه این سیاستی که تو کل تمام اروپا تو 6 سال گذشته بوده تو آمریکا هم همینطور و در واقع ریاضت اقتصادی به نظر میاد که تنها پاسخ سیستم سرمایداری به وضعیتی که وجود داره هر بحرانی که وجود میاد ریاضت اقتصادی نتیجه شده و هیچ نفی برای مردم نداره هم توی ریاضت اقتصادی مردم وضعشون خراب میشه و بانک ها در واقع نجات پیدا میکنن و وقتی هم وضع اقتصادی بهتر میشه باز ما و... وضعیت بهتری رو توی زندگی مردم نمیتونیم ببینیم دقیقا یه آکس فهم. سازمان آکس یه تحقیق خیلی جالبی کرد اینی که نگاه کرد به ثروت یه درصدی ها و چیزی که دید تا قبل از این مشکلات بانکی داشت کمتر میشد ثروت یه درصدی ها بعد از این الان به یه جایی رسیده که میگن سال آینده یه درصدی ها ثروتشون همون مقداری خواهد بود تا 99 درصد دیگه مردم دنیا این واقعا جوهر سیستمی رو باور نکردن, نکردن. یک جو جوهر سیستمی رو نشون میده که تمامش در واقع دیزاین شده شک گرفته که بتونه اون یک درصد رو توی قدرت نگه داره و یکی از نتایج عملی این قضیه رشد جریانت راسته هم مذهبی غیر مذهبی ولی فکر کنم که بریم مصاحبه جیمز برادبورت رو ببینیم و بر برگردیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم James, welcome to our program. I wanted to ask you about Syriza's rise to power and what the conditions were in Greece that helped that triumph. Um, well, if we go back to the 2008 global financial crash, the response on the part of many Europe, most European governments to that crash, um, has been a, a program, programs of austerity. So that's meant big cuts to public services um, and, and the like. Um, in Greece, Greece, in Greece, was, this was taken much further. And many of the cuts there were were seen as even deeper, and this related to Greece having a much bigger debt than many other European countries. Um, so, and uh, so, if we move forward, fast forwards a few years, um, the result of this austerity program has been around 25% of, of the labour force in Greece are now unemployed. Um, Greece has lost around a quarter of its GDP, and as a result, the debt which these the austerity program was initially brought in to cut, to pay down, the debt has spiraled, um, and this is. Obviously affected Greek politics, and the Greek people were fed up with governments that were just planning to implement even more austerity that wasn't working. And on the back of this Syriza, who've promised to roll back austerity, have have come into power. I mean, do you think that uh, it's likely that they can succeed, given that there's this huge propaganda machinery that's working full force against them? Um, I think it will be very difficult for them to succeed. I certainly th still think that they will be able to make. Some modest gains. I think the, there's no appetite for for further austerity in Greece. I think all the evidence suggests that austerity hasn't worked in Greece. In fact, it's made things much worse. Um, if, if, this, if Syriza had come to power a few years ago, I think they might might have stood a better chance of, of getting a full programme through because now the European, the, the European political leaders, such as Angela Merkel, for example, they, there's, there's more of a willingness to let Greece leave the eurozone because it wouldn't, wouldn't be the disaster which it might have been a few years ago. There's more liquidity, for example, in European banks. So that gives leaders such as Angela Merkel and the Troika, the so-called Troika, it gives them a, a much stronger hand when dealing with Greece. And as we've seen this week, uh, Greek leaders have, have watered down their programme somewhat um, on, um, on the back of negotiations with, um, with the European Union. What are the chances of this happening elsewhere, given that austerity is causing havoc everywhere, not just in Greece? Um, I think it's difficult, especially in in the UK. Um, lots of the reaction to austerity has been on the right rather than the left. So in the UK, you've seen uh, UKIP has has won success on the back of austerity. In in France, it's been the the, the Front National. Um, but Syriza is unique, and and there's also Spain. I would say um, the Podemos. Uh, movement. There's a chance of them coming into government in in Spain, but I'd, unfortunately, um, much like the 1930s, actually, uh, much of the reaction, the response to austerity on um, in, in terms of politics, has been on the the nationalist right rather than the, the socialist left. And why, why is that? Why do you think that is? Um, I I think it's partly because the right wing politicians have an easier job. It's very easy for them their messages are very simple it's the the fault of the immigrants it's the fault of kind of marginalized groups in society it's a very simple very crude message um, whereas I think on the left it's much harder for us sometimes to articulate what, how exactly we would like to change society especially since for example I mean hundred years ago there were, people would make a very social, a socialistic argument or, or a communist argument whereas today, because of what happened in Russia, um, to put it very simply, some of the, lots of people, more people find some of those arguments more difficult to make. I mean, one of the things is that, you know, an important aspect of helping uh, the people in Greece is supporting them, showing them solidarity. I think that's quite key. How can we do that internationally? How can we support the people of Greece? I think partly by example. Um, so, so to, to put it, put things the other way around, um, we, we show solidarity to Greeks, but they are—they're because for, they're also setting the example. They're showing us that we don't have to um, accept government-imposed austerity cuts to our public services. And you can't to use the cliche that a better world is possible. We don't have to simply accept the diktats of European politicians and European bankers. There is another way to to do things. Now, what's amazing is when you look at this. I mean, the banking crisis. Uh, I mean, the austerity measures are taken because the banks were. saved basically at our expense but when they make a profit we don't get any of it and it just seems like the whole system is stacked up against people and part of the reason why people are so disillusioned with politics and uh, the the process as well seems to be because of that yes definitely and the crisis what was a global banking crisis has been reframed across Europe as a crisis of individual governments spending too much on things like Public services. So, very much in Britain, we've had we've had a similar argument coming from the right that the that it was a, the recession was caused by the la previous Labour government spending too much money on things like pensions, on benefits, um, and and public services. Whereas, really, um, it, it's a crisis of, of a lack of regulation of financial institutions that's that's caused this crisis, and that's um, this is really unfortunate. And we we on the left must take some of the blame for that for. uh when the crisis initially hit in 2008 2009 for not being clear and strong enough in our arguments this is a, a crisis of capitalism rather than a crisis of social democracy okay thank you very much thank you امیدوارم از اون مسابقه خوشش اومده باشه به نظرم جیمز حرفای خیلی جالبی زد بحثای خیلی جالبی مطرح کرد و یکیش خب اینه که واقعا این این نوع وضعیت میتونه احساب دست هم به میدان بیاره و چقدر سخت برای چپ به خاطر اینکه بحثی که چپ میاره چقدر عمیقتر و مهمتره راست میاد میگه تقصیر مهاجرینه خب خیلی راحته میاد یه سری آدم ها رو پیدا میکنه که بندازه گردن اون آدما و چپه که میاد عمق مسئله رو نگاه میکنه و میبینه مشکل کجاست و خب یه حرفی هم که زد اینه که واقعا اینه که نیاز اینه که بگیم مشکل خود سرمایه داریه و اینکه راه حلش واقعا سوسیالیسم این شعار نیست میدونین وقتی به این مسئله نگاه میکنیم میبینیم که این راه حلی وجود نداره حتی برای سریزا با اون همه امیدی که هممون روش داریم بالاخره تو کجا میتونه بره تو خود این سیستم آره و آیا اجازه بهش میدن که جایی بره؟ آره من فکر خیلی نکات مهمی <تصفح> یکی مثلا یکی از فاکتورهای خیلی مهم تو این وسط که در واقع یونان رو از ایلند ایلند ایل چیز کرد جدا کرد یا کشورهای جنوبی بود که مردم توی صحنه بودن <تصفح> و این امید رو به وجود آورد که جامعه میتونه یه آلترناتیو متفاوتی رو شکل بده و اینکه تمام دنیا ریاضت اقتصادی نیست نهایت بشر قرن 21 ریاست اقتصادی نیست دقیقا یعنی به نظرم وقتی نگاه میکنیم به حملاتی که شده علیه سریزا از دولت ها از مطبوع میبینیم که دلیلش اینه که اینکه نمیخوان نشون بدن که آلترنتیف دیگه وجود داره و در حالی که حتی توی محدوده دموکراسی پارلمانی بالاخره محدوده در این حال هنوز امید میاره برای آدم ها به خاطر اینکه همه جا مردم هر کجا زندگی میکنن امید یه زندگی بهتری دارن و به نظر من اون امید توی یه دنیایی هست که سوسیالیز و نه بربریت و سرمایه داری حاکمه. در اخبار شوک این هفته خبر کشتن اوجیت روی نویسنده و سکولاریست بنگلادشی به گوش ما رسید که بعد از اینکه به بنگلادش سفر کرده بود و در یک نمایشگاه کتاب شرکت کرد وقتی از اونجا برمیگشت یک چند اسلامیست بهش حمله کردن به خودش با قمله باش حمله کردن حمله کردن و جلوی همسرش کشتن و خود همسرش هم همسرش هم شده دلست. یه انگشتش از دست داده و چرا, این کار کردن به خاطر اینکه انتقاد دلست. کرده از اسلام. انتقاد کرده به اسلام سیاسی یعنی دقیقا چیزی که ما همه جای دنیا می‌بینیم هیچ بیشتر از این فاشیستا نمیشه انتظار داشت واقعا دقیقا و این تا چه حد باید جریانات اسلامی اجازه داشته باشن که در توی یه جامعه بتونن اینطوری به یک نفر به خاطر نظراتش به خاطر عقایدش به خاطر چاپ کتابش بتونن این کارو بکنن دنیا باید بر علیه این تیپ کارا در واقع به پاخیزه و باید دولت بنگلادش اجازه نده این جریانات بتونن راست و راست توی جامعه بنگلادش هر کاری که میخوان بکنن و این خیلی مهمه که این به اعتراض جهانی پاسخ این باشه و یک سری شروع کردن به این اعتراض کردن باله. در, در کشورهای مختلف به این قضیه و از دولت بنگلادش میخوان جلوی جهانت اسلامی رو بگیرن یعنی واقعیتش اینه که این همبستگی خودمون رو با ابی جترای باید به طور به تمام قوانشون بدیم یعنی واقعیتش اینه که ابی جترای مثل همون سامان نسیم خودمونه مثل خیلی های خودمونه که دارن از طرف جمهوری اسلامی ایران کشته میشن زندانی میشن شکنجه میشن فقط به خاطر عقایدشون به خاطر ابراز آزادی بیانشون و خواستشون برای دنیایی که مذهب اینطوری نتونه آدم رو قتل عام کنه. در فتوای احمقانه این هفته دوباره از عربستان سعودی خب داره رقابت میکنه با جمهوری اسلامی یه شیخی هست یه امامی هست اونجا به اسم شیخ بندر الخیبری و ایشون گفتن که دنیا نمیچرخه اصلا نمیچرخه همونجوری میسته تکونام نمیخوره و دلیلش چیه خب ایشون خیلی تحقیقات زیادی کردن و وقتی که میگن سوار هواپیما میشین از ریاد میرین به چین اگر دنیا به چرخه نمیرسین به چین از این نظر فهمیده که دنیا نمیچرخه دستش در نکنه کنم یه چیزه یک امپریسیست کامله و دلیل مدرک برای شما آورده و <تصفح> فراموش کنین تمام دانشمنده برن خونه هستن از گالیله بود نمیدونم تمام دانشمند <تصفح> دنیا هم چیز کنن من این خبر من یاد مهدوی کنی احمق انداخت که گفته بود توی یکی از صحبتاش گفته بود که انیشتن هم داشت مسلمان میشد به خاطر اینکه اون تئوری نسبیتش در واقع ثابت کرده که معراج محمد رو که رفته برگشته در ثانیه خیلی جا تمام دنیا رو دیده و در یک تکون خوردن در این اتفاق افتاده از این اسلامی ها در واقع بیشتر از این میشه انتظار داشت نمیشه بیشتر انتظار داشت ولی در زم میشه دید که واقعا چقدر که وقتی که مذهب اینطوری توی دولت و قانون دست داره یعنی اینطوری نیست که این یه شیخیه یه که اومده حرفای خودش رو داره میزنه اصلا اومدن گفتن که این خط رسمی شریعه در عربستان سعودی وای به حال واقعا دانشمندان این دنیا که این آدما هستن دارن روی چنین چیزایی اصلا به خودشون اجازه میدن صحبت کنن خبر خوب این هفته از ترکیه و آذربایجان و مبارزات و تظاهرات خیلی وسیعی علیه خشونت علیه زنان و در دفاع از حقوق زن این تظاهرات ها به خاطر کشته شدن یک زن جوان به نام اصلانه و اینکه خب بعضی ها گفته بودن که دلیلی که لباس نوع لباسش این که مینی جوب مثلا زنا میپوشن به خاطر همینه که بهشون تجاوز میشه و میشه دید که مردان زیادی اومدن جلوی صحنه مینی دارن میکنن به تن و میگن که هیچکی نباید به خاطر نوع لباسش مورد تجاوز و اذیت قرار این اولین بار نیست که البته این اتفاق داره میفته داره به سرعت قد میشه. تو ایران تو پاوه بود فکر کنم یا فکر کنم پاوه بود توی ایران که وقتی یه سری رو خواستن در واقع تنبیه کنن جمهوری اسلامی لباس زنونه تنشون کردن توی وانه تو شهر گردن و مردم اعتراض کردن و خیلی از مردا شروع کردن لباس زنانه پوشیدن و یکی از کسایی که لباس زنانه خود بود؟ شما هم بودیم آره، فکر... الان حتما عکس ایشون رو تو میذاریم که ببینین چقدر لباس بهشون میاد واقعا آره. فکرم... هر روز باید لباس بروشیم اوکی ولی فکر کنم چیز مهم اینه که اعتراض مردان و کل جامعه در رابطه دفاع حقوق زنان یکی از مهمترین اتفاقاتی که داره توی خاور میانه و این نشون میده که در تمام خاور میانه و شمال آفریقا مبارزه هر روزی وجود داره در بر علیه جنایت اسلامی بر علیه نیروهای ارتجایی و نشون جامعه چقدر زنده است و داره و آینده دنیا رو این جنبش ها در واقع رقم میزنن مشخص از این مبارزات که حقوق زن جهان شموله نه شرق کاملا واقعا جهان شموله و این اعتراضات اینو خوب نشون میدن امیدوارم این برنامه یه خوبی بود برای شما و خوشتون اومده بود از برنامه ما واقعا خوشمون میاد براتون برنامه درست کنیم و دوست داریم نظرات شما رو بشنویم حتما با همون تماس بگیرین از طریق ایمیل فیسبوک توییتر یا از طریق شماره تلفن سکایپمون در ضمن میخواستم قبل از اینکه بریم بهتون بگم که ما یک کمپین کمک مالی دیگه شروع کردیم روی سایت به نام پاتریان و اونجا افراد میتونن هفتگی کمک های مالی خیلی کم مثل یه دلار در هفته یا سه دلار ده دلار و غیره کمک کنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم اگر میتونین این سایت رو به دوستان و آشنایتون معرفی کنین خیلی ممنون امیدوارم که از برنامه این هفته ما خوش اومده باشه و از طرف خودم و مریم نمازی تا هفته دیگه روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم Hi, I'm Maryam Namazi, and I'm Fariborz We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well, and it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a. Uh year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos we discussed taboo breaking free thinking ideas the islamic regime of iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in middle east and north africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.